الله الرحمن الرحیم. سید بهروز فاضل هستم. در برنامه سی آی یا تعامل انسان با کامپیوتر هم کار با شما. در درس گذشته ما شما در مورد و قوانین دیزاین صحبت کردیم، معیارها و استانداردها را صحبت کردیم. گفتیم که در مجموع قوانین و قواعد دیزاین در سه اصل است. یک اصل استاندارد هاست، معیار هاست و رهنمود ها می باشد. که در مورد معیارها صحبت کردیم، گفتیم معیارها در حقیقت مو قواعد عمومی هستند که در به خاطر افزایش قابلیت استفاده در سیستم استفاده میشن که اصول های داشتن. گفتیم اصول اولشان این بود که باید آسانی یاد گرفتنشان با آسانی باید می بود. موضوع دومش باید انعطاف پذیر می بود. سیستم ما شما می اصول را که مد نظر می گرفتیم و موضوع آخر سیستم ما باید مستحکم می بود. که یعنی سیستم را زمانی که ما شما دیزاین می کنیم، سیستم ما شما با آسانی بتانه کاربر به آسانی از استفاده بکنه و با آسانی از سیستم یاد بگیره از طرز استفاده سیستم. در این انعطاف‌پذیریش گفتیم باید راه‌های مختلف وجود داشته باشه به خاطر اینکه سیستم کارگر بتونه دستورها را توسط راه‌های مختلف اجرا بکنه و با آسانی کار خود انجام بده. و در بخش روباست یا مستحکم بودن سیستم گفتیم باید کوشش شود تا اینکه سیستم ما شما امی جلوگیری از خطاها به حد اقل برسه و خطاهای ما شما تا حد عکس از زمینش که ما شما بتونیم کنترل کنیم باید خطاها در سیستم وجود نداشته باشه. و همچنان در مورد معیارها صحبت کردیم، گفتیم معیارهای مختلف وجود داره، استانداردهایی هستند که توسط کمپانی نهادهای ملی و بین المللی چه میشه برای نرم افزار عملی میشه و اون معیارها باید مد نظر گرفته شود در جریان همین دیزاین یک برنامه. و در مورد تغییرات صحبت کردیم، گفتیم تغییراتی که در یک برنامه در یک سافت ویر معمولا ما شما به وجود میاریم نسبت به هارد ویر کمک آسان تر می باشه در حقیقت با سافت ویرایی که قابلیت انعطاف پذیری داشته باشند. اما با وجود از هم اگر تغییرات که ما شما نظر به تقاضا یا نظر به نیازمندی هایی که میاریم نظر به نیازمندی های یوزر بسیاری اوقات نسبت به هارد ویر مشکل تر می باشه چون استاندارد ها و معیار های هارد ویر که گفتیم اکثرا پایدار هستن به یک شکل تقریبا قدر در حالت تغییر نمیباشن. اما استاندارد ها و معیار های سافت ویر معمولا در حالت تغییر میباشه. از این خاطر زمانی که ما شما میخواهیم یک تغییر در ساختار یک سافت ویر به وجود بیاریم یا یک تغییر در دیزاین سافت ویر به وجود بیاریم، سافت ویر قبلا دیزاین شده باشه، بعض اوقات مشکل تر میشه نسبت به هارد ویر. این موضوعات درس گذشته بود. در درس امروزی بخیر ما شما در مورد رهنمودها و گایدلاین صحبت میکنیم. قسمی که ما شما همچنان گفتیم قواعدی که در دیزاین مطرح میشه سه موضوع بود، استانداردها بود، معیارها بود و همچنان رهنمودهایی که به خاطر طراحی یک سیستم تعاملی مد نظر گرفته میشه. رهنمودها را امروز در موردش صحبت میکنیم. خب در قدم اول ما شما قواعد و اصول دیزاین سیستم ها که گفتیم سیستم تعاملی نرم افزار خودش همین قواعد و اصولش یک ریشه در علوم روانشناسی داره که ما شما به مو خاطر همین قواعد و قوانین نرم افزار قبلا هم در مورد صحبت کردیم یک تغییر آوردن و تطبیق کردنش نسبت به سخت افزار بعض اوقات مشکل میشه چون به خاطر اینکه می قواعد و اصول گفتیم یک نشی در روانشناسی داره به او خاطر می شکل گرفتن و شکل گرفتن می قوانین و قواعدی که در نرم افزار است این کلش بعض اوقات با مشکل مواجه میشه. یعنی به شکل درست می قواعد و قانون که در نرم افزار وضع شده اکثرا با حالت درستش چی نشده وضع نشده. به این خاطر اکثر قوانین دیزاین های تعاملی که وجود داره یا به شکل پیشنهادی پیشنهادات عمومی و رهنمودها اکثرا می باشه. اکثرا قوانینی که در دیزاین وجود داره به شکل یک پیشنهاد می باشه که یک دیزاینر به شکل پیشنهاد گونه میتونه از قوانین و اصول مد نظر بگیره یا مثلا به شکل یک رهنمایی می باشه که یک رهنمایی که صورت میگیره توسط دانشمندان توسط امی محققین در رشته تعامل انسان با کامپیوتر و به شکل پیشنهادگونه می باشه که در مجموع ما و شما از رهنمودهایی که صحبت میکنیم رهنمودهای مختلف وجود داره که تقریبا در یک کتاب وجود داره به نام کتاب چی است کلاسیک توسط اسمیت
به نشر رسیده، رهنمود های مختلف وجود داره که تقریبا در 944 رهنمود این آدم در این کتاب خود لیست کرده که به خاطر افزایش قابلیت استفاده از سیستم این رهنمود ها باید در دیزاین مطرح شود که شما به صورت کلی اون موضوعاتی که در اون نظر گرفته شده اون موضوع و موضوعات کلی شده در اینجا مورد بحث قرار میتیم که قسمت اولش در دیتا اینتری است که در بخش دیتا اینتری زمانی که ما شما یک سیستم یا یک سافت‌ویر به اساس دیتا اینتری مد نظر میگیریم باید در دیتا اینتری باید دستورالعمل‌های باشه که به خاطر وارد کردن متن فرم‌های آنلاین یا معتبرسازی دیتا و سایر مسائل مربوط که ما شما وارد سیستم کامپیوتر میکنیم باید در این بخش ما شما مد نظر میگیریم. کی بخش در حقیقت همچنان هم ارتباط لیبل هایی که داریم با فیلد های ورودی را هم مورد بررسی و ارزیابی قرار میده که در اینجا ما شما این موضوعات باید مد نظر بگیریم که لیبل را که نوشته کردیم با تکس باکس یا فیلد هایی که ما شما لیبل را که نوشته کردیم با تکس باکس یا فیلد هایی که ما شما دیتا را وارد سیستم میکنیم باید با هم مطابقت داشته باشن، با هم چی داشته باشن، مشابه مورد استفاده شان یعنی با هم تطابق داشته باشه. به این خاطر این موضوعی که ما شما در مورد از این گفتیم که باید لیبل ها و تکس باکس ها ارتباطات با هم داشته باشن این یک موضوعی است که تا حال هم یکی از موضوعات عمومی و مهم در فرم های دیتا اینتری مطرح است و خصوصا به خاطر اپلیکیشن هایی که ما شما به شکل دیتا اینتری در سیستم استفاده میکنیم موضوع را باید مد نظر بگیریم. راهنمود دیگه ای که است یا گایدلاین دیگه ای که در حساب سافت‌ویر به اساس دیتا دیسپلیس اکثرا در این بخش دیتا دیسپلی امو خروجی های متن یا فرم هایی که در شکل نمایش در جدول برای شما داده میشه تمرکز از دیتا دیسپلی در این موضوع است که بیشترین دیتا ما شما یعنی تمرکز زیادتر در بخش دیتا دیسپلی باید در چی باشه در دیتا به شکل گرافیکی باشه که در بخش گرافیکی دیتا یک زمان کاربرا از فرم ها که استفاده میکنن باید فرم هایشان قابلیت دسترسی و فرم ها به شکل آسان داشته باشن به صورت آسان بتونن از فرم ها به شکل امو دستور ها یا امو موارد که میخواین در اسکرین هاشان نمایش داشته باید به صورت ساده و آسان در دسترسیشان قرار داشته باشن که مثلا اگر یک مثال شما بگیم بعض اوقاتی که وجود داره مثلا یک فرم را که ما در سیستم به نمایش در سیستم نمایش مورد نمایش قرار میگیره دیگر استفاده کننده یا یوزر باید مجبور به این نشه که یک نوع تغییرات در او بیاره تا که یک دیسپلی دیگه را به خود ایجاد بکنه. مثلا اگر یک نمونی مثال شما من نظر بگیریم همین واحد فاصله ای که ما شما من نظر میگیریم در سیستم به شکل بعض اوقات نیاز به این میباشه که باید هم به سیستم متر و فوت باشه و بعض اوقات هم به شکل اینچ سانتی متر باشه که ما شما اگر این موارد من نظر بگیریم باید در سیستم خود این دیتای را که دیسپلی میکنیم هم به شکل فوت و هم به شکل متر هم باشه و هم به شکل اینچ سانتی متر باشه که استفاده کننده نظر به مو استفاده خود از او استفاده کرده بتانه، یعنی ضرورت بگی نشه که فوت بگیره به این تبدیل کنه و اینچ بگیره به فوت تبدیل کنه و سانتی متر. اینی موضوعاتی از زمانی که ما شما در دیتا دیسپلی راه نمودی که دیتای ما شما در به شکل گرافیکی در سیستم برای ما شما ظاهر میشه باید این موضوع مد نظر بگیریم. موضوع دیگه که از سکوینس کنترول هاست یعنی کنترول هایی که به شکل تسلسل در سیستم ما شما مورد استفاده قرار میگیره باید امی سیستم ما شما می کنترول های ما شما به شکل مرتب به شکل منطقی با هم چی داشته باشن ارتباط داشته باشن که مو کنترول هایی که امو آپشن هایی را انجام می در سیستم باید با هم ارتباط داشته باشن تا اینکه امو کارگر بفهمه که چگونه اگه اقدامات که در سیستم انجام می به شکل آسان به شکل واضح بتونه امو اقدامات و عملیه های و دستار هایی را که میخواه انجام بده بتونه به آسانی انجام بده و با درک و ارتباطات کنترل ها با هم چی دارن؟ دارن. و همچنان بخش عمده امی موضوع سکوینس کنترل در ساختار مینوها می باشه که مینوها با کدام شکل باید ساخته شود زبان دستورها و بخش موضوع دیگیش که مدیریت خطاها رو باید در این مورد در این سکوینس کنترل مد نظر گرفته شود باید تا اینکه خطاهایی که در سیستم شما ایجاد میشه باید جلوگیری از خطاها هم شود و همچنان در مورد ساختار مینوها با کدام شکل ساخته شود کدام دستورها در کدام بخش قرار بگیرد.
بخش دیگهش که از یوزر گایدنس است، یعنی رهنمود به خاطر استفاده از سیستم که ما شما استفاده کنندهای که سیستم استفاده میکنه، باید در انترفیس باید ما شما امی سیستم ما شما به شکل باید طرح شد دیدان شود تا اینکه کاربر بتانه با آسانی از وضعیت سیستم آگاهی پیدا بکنه و بتانه و فیدبک داشته باشه از اون کار که در سیستم خود اجرا میکنه، تا اینکه کاربر از اون دستور یا عمل که در سیستم اجرا میکنه نتیجه شدیده بتانه. مثلا اگر ما شما مثال مد نظر بگیریم، زمانی که کاربر یک دیتا را وارد سیستم میکنه، بعد از او باید وقتی که دیتایشون در سیستم ثبت میشه یک فیدبک برای داشته باشه که دیتای شما ثبت شد یا موضوع دیگه، تا اینکه کاربر بتونه یک استفاده خوبتر و از نتیجه خود هم آگاه باشه، یعنی از وضعیت سیستم بفهمه که سیستم در کدام حالت است، سیستم آیا همین معلومات من را درج کرد یا نکرد یا بعض موضوع دیگه. یا بعض اوقات دیگه زمانی که ما شما یک بتن یا یک آپشن کلیک میتیم یا دستور فشار میتیم، باید سیستم ما شما چی نشه در حالت دیلی و در حالت تاخیر قرار نگیره. به خاطر از اگر سیستم ما بیشتر از چند ثانیه زمانی که ما یک آپشن کلیک میکنیم یا یک دستور میخوایم اجرا بکنیم، دیلی قرار در حالت تاخیر قرار بگیره، باعث ازی میشه که کاربر یا استفاده کننده ما در حالت ابهام قرار بگیره و نگران شه که عملی را که من انجام دادم شد نشد، چرا سیستم مشکلات به وجود میاد. که موضوعات در بخش یوزر گایدنس باید مد نظر گرفته شه. بخش دیگه که از دیتا ترانسمیشن است که در راهنمودی که در بخش دیتا ترانسمیشن اکثر مد نظر گرفته ایده سر عمل اکثر به خاطر ایجاد سهولت بین انتقال و شریک کردن دیتا در بین استفاده کننده یا در بین کاربرا متمرکز است که چگونه میتونند استفاده کننده یا کاربرای که سیستم استفاده میکنند دیتا را در دریافت و ارسال بکنند برای کلیه. که در اینجا موضوع باید مثلا اگر زمانی که ما شما میخواییم یک ایمیل آدرس یک ایمیل و دیگر کاربرا یا دیگر استفاده کنیم دادم سیستم استفاده کنیم، باید لیست از اون کسایی که موضوعتر ایمیل برشان میکنیم به شکل متواتر ایمیل های ما شما با هم رد و بدل میشه، ایمیل های کاربرا با سیستم با هم استفاده کنیم رد و بدل میشه، باید زمانی که کلیک میکنیم اون لیست به شکل اوتومات هم چند نفر زیادتر به شکل مرتب یا به شکل منظم که هر زمانی که یعنی به شکل فرکانتلی و تکراری ما ایمیل میکنیم در اونجا ظاهر شد تا یک به آسانی بتانن سیستم چی بکنن استفاده بکنن. در بخش قسمت دیگه از امی راهنمودهای کلیگ ما شما در مورد صحبت کردیم دیتا پروتکشن است، که اینجا در دیتا پروتکشن این بخش تمرکز زیاد سیستم ما شما باید به خاطر محافظت از دیتا یا منابعی که ما شما در سیستم داریم باشه. مثلا انگامی که اگه استفاده کننده میخواد یک رمز عبور در داخل سیستم بکنه یا مثلا میخواد در داخل سیستم وارد شه، باید رمز عبور رو به شکل محفوظ به شکل پنهان نگهداری شه، یعنی کسی دیده نتونه، که اکثرا باید از سمبل ها استفاده میشه، مثلا سمبول های رقم شما بینیم اکثرا خود ما شما دیدیم در سیستم زمانی که یوزر پسورد خود میزن توسط ستاره یا بعض موارد دیگه که میشه، باید این مورد مد نظر گرفته شه. خب در مجموع راهنمودهای زیاد وجود داره به خاطر از اینکه گفتیم ما شما در سیستم در وقت طراحی یک دیزاین یک سیستم مد نظر بگیریم که مشک خصوصا در راهنمودهای جی یو آی یا گرافیک یوزر اینترفیس بسیار موجودات وجود داره که باید در جریان امو از پروسه که ما شما دیزاین میکنیم مد نظر گرفته شود، که تقریبا موضوعات زیاد وجود داره که از مجموع ده راهنمود داره که خود جکوب نیلسن و رولف ملیش در مورد دیزاین یوزر اینترفیس مد نظر گرفته، که اکثرا شرکت های بزرگ جهان مثل اپل، گوگل و ادوب همین موضوعات راهنمود های همین نیلسن مد نظر گرفتن. ما شما در همین ده راهنمود داره که امی نیلسون مطرح کرده به خاطر ایجاد یک دیزاین در یک سیستم تعاملی ما شما در اینجا سر صحبت میکنیم، بر علاوه راهنمودهایی که قبلا هم گفتیم. مثلا در قسمت اول که است وضوع وضعیت سیستم است، همخوانی بین سیستم و دنیای واقعی باید وجود داشته باشد، از حالت سیستم باید ما شما آگاه باشیم، آزادی عمل کاربر و تسلط بر سیستم، کاربر ما شما باید آزادی عمل داشته باشد در سیستم خود وقتی که میخواهیش استفاده بکنه و بر سیستم تسلط داشته باشد تا که بتانه با آسانی سیستم استفاده بکنه، رعایت یک نواخت و استانداردها
استاندارد ها را باید ما شما در جریان دیزاین مد نظر بگیریم. همچنان تشخیص و یادآوری که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که باید از حافظه کوتاه مدت ما شما باید زیاد تحت فشار نبیه، باید موارد مد نظر گرفته شود که با آسانی سیستم بتانه مورد استفاده قرار بگیره. انعطاف پذیری و کارایی استفاده از سیستم است، مثلا کمک به کاربران در تشخیص شناسایی و اصلاح خطاهایی که در سیستم وجود میاد، جنبه های زیبا شناسی و طراحی ساده و راهنمایی و مستندسازی است که انشاءالله باز بخیر در درس‌های بعدی شاید در مورد صحبت خواهد کردیم. درس موضوع ما شما مقدر کفایت میکنه. اوقات خوش، بخیر باشید.